اونایی که میگن آیا بهتر نیست به جای عزاداری در محرم یا در عید گرفتن در نیمه شعبان و قدیر بریم به فقرا کمک بکنیم، اونایی که اینو میگن ببینن دارن با چی در واقع چی و فدای چی میکنن. داره دین، تمامیت دین فدای دنیای یه عده‌ای میشه که الان زندن. اینا 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، 50 سال دیگه دیگه نیستن. من اینا رو اگه بعد دین رو از الان متوقفش بکنم، در آیندگان بابش رو ببندم، چون میخواهم یه عده فقیر، یه عده دختر و پسری که مشکل ازدواج، ببین من نمیخوام. جالبه اگر کسی به فقرا کمک میکنه از همین حسینی هست. خواستم بگم که اگر کسی از برکت همین مجالس اصلا تو همین مجالس مؤسسای خیریه اصلا میاد خیریه ازدواج، دل خیریه افراد درمان. نرم میشه، بله. کمک میکنن، بله. اصلا تو همین مجالس که واقعیت همین، اگه اونور نکن اینور هم نمیکن، بله. یعنی نهایت هم بخواین آمار بگیریم، بزرگترین خیرها همین حسینی ها هستن. این که ما میگیم هر یک چراغ که برای قدیر روشن میشه، هر یه دونه شربت که داده میشه، هر یه دونه شکلات که داده میشه، هر یه شام که داده میشه، هر یه دونه اینا در دینداری نسلهای بعد از ما اثر میکنه. آنچه که برای شما اتفاق افتاده جناب شهیدی، تو خونه بودین که تابلوهای خونتون با شما حرف میزده، سردر خونتون با شما حرف میزده، پرچمای هیئت ها با شما حرف میزده، منبرایی که برده شدین با شما حرف میزده، همه چیه دور و برتون حرف میزده. بعد الان ما میگیم چرا بچه‌هامون اینجوریان، چرا بچه‌هامون اینجوریان، از 30 سال پیش ما کارو خراب کردیم. حالا بزرگوارانی که دارین بیننده این قسمت از برنامه هستین و در آستانه فرزنددار شدن هستین، فرزند دارین، خانه شما باید نماد تبلیغ امیرالمؤمنین باشه. در رابطه با عقائدمون، در رابطه با مسائل دینمون، جایگاه ما کجاست؟ عرض کردیم از این سوالی که دیگران برای توسعه و چشمانداز خودشون استفاده میکنن، ما هم بیایم برای مهمترین مطلب که دین ما هست ببینیم واقعا جایگاه تک تک ما در عقیدمون، در محبت ما نسبت به اهل بیت و رساندن این محبت به جهانیان کجا هستیم و چه جایگاهی داریم و چه میتوانیم بکنیم. فکر نکنید که موجود کوچکی هستید. فرمایش آقا امیرالمؤمنینه که میفرماید اتحسب انک جرم صغیر و فیکم طول عالم الاکبر. آیا فکر میکنی موجود کوچکی هستی در حالی که جهانی در تو پیچیده است؟ خودمون رو دست کم نگیریم، هر کس به اندازه توانش. و این رو بدونید عزیزان، روایات ما و طبیعتاً آیه قرآن هم میفرماید لیس للانسان الا ما سعا، هر انسانی تلاش کنه، زحمت بکشه، میرسه. واقعیت اینه که اگر امروز دین اهل بیت و پیروان اهل بیت حرفی برای گفتن دارن و تعدادی هستند که به شمار میان، این تعداد همون تعدادی هستند که بعد از قدیر تعداد انگشت شماری بودن به اندازه انگشتان یک دست. اگر امروز تعدادی شدن، افرادی شدن، متاسفانه آنچنان که شاید و باید تبلیغات نداشتن، اما حقانیت مذهب اهل بیت کار رو به اینجا رسونده. و الا امام رضا سلام الله علیه فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر ما کلام و فرمایش اهل بیت رو در معرض دید افراد قرار بدیم، اونها خودشون پیروی خواهند کرد. پس بنابراین ما باید این نور را و این خورشید را که محبت علی و اولاد علی است، محبت اهل بیت است، رو تا اونجایی که میتونیم به تمام جهانیان عرضه کنیم، برسانیم. حالا ببینیم هر کدام از ما چه جایگاهی